ضمن سلام خدمت شما همراهان گرامی، با مروری بر مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، از نه به زندان نه به اعدام، اخبار روز سه‌شنبه 21 آبان ماه سال 98 را به آگاهی شما می‌رسانیم. سحرگاه روز سه‌شنبه 21 آبان حکم اعدام یک زندانی به نام میثم قربان نژاد در زندان ارومیه به اجرا درآمد. میثم قربان نژاد 28 ساله که به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بود، روز 20 آبان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. در همین روز یک زندانی دیگر به نام راشد افروز در زندان لاکان رشت به دار آویخته شد. روز یکشنبه 19 آبان ماه نیز حکم اعدام دو زندانی در زندان لاکان رشت به اجرا درآمد. مشخصات یکی از این زندانیان، حسین آراسته اهل خمام و دیگری مدیر یک مدرسه اهل املش واقع در استان گیلان عنوان شده است. هر دوی آنها به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. روز دوشنبه 20 آبان ماه عباس سهاگی خواننده محلی اهواز به همراه شماری از فعالان فرهنگی و چند شاعر هموطن عرب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این بازداشت ها در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری حسن حیدری، شاعر اهوازی که به طرز مشکوکی به قتل رسید، صورت گرفته است. حسن حیدری، شاعر اهوازی 26 ساله، صبح روز یکشنبه 19 آبان به طرز مشکوکی در بیمارستان جان خود را از دست داد. حسن حیدری پیش از این چندین بار به دلیل شعرهایی که سروده بود توسط اطلاعات اهواز بازداشت شده و آخرین بار در شهریور ماه 97 با تأمین وثیقه 500 میلیون تومانی پس از حدود یک ماه بازداشت به صورت موقت و تا پایان دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شده بود. شامگاه یکشنبه 19 آبان ماه یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه به نام مرآن خمو اهل منطقه ترگور ارومیه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. این زندانی روز جمعه 17 آبان به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بهداری زندان ارومیه منتقل و چند ساعت در آنجا نگهداری شد. سپس بدون اینکه بهبودی در وضعیت وی حاصل شود، او را به بند بازگرداندند. مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان امتناع کرده و مرآن سرانجام ساعت 8 شب یکشنبه 19 آبان ماه به دلیل وخامت وضعیتش و تعلل در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داد. روز شنبه 18 آبان ماه جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از بند 8 زندان اوین به دادسرای اوین منتقل شد. در شعبه دوم بازپرسی ناحیه 33 دادسرای اوین به جعفر عظیم‌زاده اعلام شد که پرونده جدیدی به خاطر انتشار فایل صوتی علیه وی تشکیل شده است. جعفر عظیم‌زاده در دادسرای اوین از انتشار فایل صوتی خود دفاع کرده و اعلام کرد که قطعاً ما به اتهامات امنیتی که علیه کارگران و فعالان صنفی منتسب می‌گردد اعتراض داشته و در این خصوص سکوت نخواهیم کرد. آقای عظیم‌زاده در این فایل صوتی به احکام صادره علیه اعضای اتحادیه و دستگیر شدگان هفت تپه و سایر کارگران بازداشتی اعتراض نموده بود. با تشکر از شما، اوقات خوشی را برایتان